پس از تیراندازی گروه طالبان پاکستان به ملاله یوسفزی، نوجوان 14 ساله فعال حقوق کودکان و منتقد فعالیت‌های اسلامگرایان طالبان، مقامات پاکستانی از انتقال وی به بیمارستانی در پیشاور خبر می‌دهند. به گفته پزشکان بیمارستانی که این نوجوان به آن منتقل شده، ملاله یوسفزی همچنان در حالت اغما به سر می‌برد و وضعیت سلامت وی بحرانی است. ملاله یوسفزی در وبلاگ خود از حقوق دختران برای رفتن به مدرسه نیز سخن می‌گفت. در این مدرسه واقع در پیشاور دانش آموزان برای بهبود وی دعا می کنند. از سوی دیگر واکنش ها به این حمله همچنان ادامه دارد. کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی تیراندازی به سوی دختر نوجوان را یک حمله نفرت انگیز توصیف کرد. ملاله مثل خواهر ماست، ما برای سلامت وی دعا می کنیم و امیدواریم که سایر دانش آموزان بتوانند از تفکرات و نظرات او استفاده کنند. تروریست ها برای حذف صدای ملاله به او تیراندازی کردند اما ناکام ماندند. ما از ته قلب برای بهبود وی دعا می کنیم. از هنگام وقوع این حادثه تمام پاکستان هنوز در شوک به سر می برد. روز چهارشنبه نمایندگان پارلمان این کشور ضمن تجلیل از فعالیت های وی برای بهبود او دعا کردند. پاکستان به خاطر عملیات‌های تروریستی در دنیا شهرت بدی دارد، اما ملاله با فعالیت‌هایش موجب غرور ما شد و نشان داد که یک گروه کوچک تروریستی نمی‌تواند زندگی ما را خراب کند. ملاله یوسفزی از 11 سالگی برای حقوق کودکان فعالیت دارد و در سال 2011 اولین جایزه ملی صلح پاکستان را دریافت کرد.